به نام خداوند زیبایی ها سلام عرض می کنم خدمت همه شما همیهنان و هموطنان عزیز خود در هر کجای دنیا که هستید. امیدوارم که سالم و جور و تندرست باشید. امروز آمدیم به مارکت احراری در شهر هرات، یکی از مارکت هایی که دکان های خیاطی در اینجا موقعیت می داشته باشه، و میریم به سراغ چند تا از خیاط های هرات. امروز با ما همراه باشین و ببینیم که در هرات مردم چیگونه لباس می پوشن و چی سبک های لباس افغانی بر صورت مروج و مد می باشن. خب آمدیم داخل یک خیاطی. خوب باشه که می دارم پیش کنم تا ای که سر و صدای جنراتور هم کم بشه. متاسفانه مشکل برق دیگه فکر کنم از افغانستان قرار نیه که از بین بره و برداشته بشه. در کنار یکی از برادرای خود هستیم. سلام، وقت شما بخیر. خوبین؟ بخیرین؟ شالم بخیرم. سلاماتم. ساعت شما خوبه؟ معرفی بکنین. فرید احمدم. فرید جان چند سال میشه که مصروف خیاطی ایم؟ 5 سال میشه. 5 سال. 5 سال. 5 سال. نه دیگه 5 سال 6 سال دیگه. دوست داشتیم شغل یا نه میته از روی دوست داشتیم اومدیم. بسیار عالی. خیاطی میگم شغل خیلی سختیه. نه خوبه دیگه، نه خیلی سخته، نه هم آسونه دیگه. حوصله به کار داره؟ آشکارا. در هرات بگیم که مردم چقدر حالا لباس افغانی رو پسند میکنن؟ هنوز همین فرهنگ استفاده از لباس افغانی که به تن شما هست و خیلی هم مقبول میگه مروج میباشه یا نه؟ یا ای که جوان ها بیشتر حالا دریشی میپوشن؟ نه خوبه شکر، لباس افغانی لباس خوبه، جدید حالا میپوشن. لباس های مدل پاکستانی شعبازی چپه خان اینا خامک میپوشن. اما مشهورترین مدل لباس وطنی هراتی چیه؟ شعبازی خامک امینا میپوشن، خامک و شعبازی. ولی بالا فلان امینا موده. خیلی خوب. و آل جدیدن چی مد شده بیشتر؟ امین شعبازی فلان موده. شعبازی. این مدل که شما پوشیدیم چیه؟ ایندیه. ایندیه. خیلی خوب. در مورد ازی بگیم که در کدام موسم سال بیشتر شما مشتری داریم و مردم بیشتر برای دختر لباس مراجعه میکنن؟ ادمو کشکر الحمدلله مدام کار خوکو هست امتقه ادمو عید و نوروز اینو با پیشتر میشه کار خوکو شکر مدام هست. زمستون ایشته؟ زمستون خوبه، بعد نیه الحمدلله ده کم کم پیش میره. یک دست لباس چند افغانی از اینه برمیداره که شما بدوزیم؟ سینیم سال. گرون نیه؟ نه دیگه، چیه چیه دیگه، تمام مثلا مصرف هم یک زیاد شده. کیفیت کارم فرق میکنه؟ بعضی جا مثلا 200 افغانی 250 میدوزن. بله فرق داره، کیفیت هم فرق داره، جنس هم فرق داره، کار اینا. در هر صورت 250 خوبه دیگه، نرخ خوبه. لباس های خانم ها بسیار گران دوخته میشه در هرات. من شنیدم تا 30,000 افغانی 20,000 افغانی هم پول میدن برای دوخت یک دست لباس. یعنی که ما همیتا میشنمیم دیگه، تا کار زنانه نیم دیگه ما. یعنی تفاوت میخوایم بگم که چقدر تفاوت وجود داره، اینکه لباس های مردانه چقدر ارزانتر دوخته میشه و لباس های خانم ها یک مقدار گرانتر دوخته میشه. بله دیگه چی بگم دیگه، تا کس به اصلا زنانه نیم ما. خیلی عالی. تشکر از شما. با دوستای خودم هم کلام میشه. زنده باشه. چند از لباس مقبول را میبینیم. خب تصویرها رو میبینیم که چقدر مقبول دوخته شده این لباس ها، که ما باشه معرفی بکنم. خب او لباس اول خب میشه گفت خامکدوزی ایراتیه، بزرگ پهلوی و شعبازیه. دیگه سایر مدل ها را هم که میبینیم اگر اشتباه نکنم ایندی و پاکستانی و چند مدل دیگه میباشه. شما خوبین؟ بخیرین؟ بخیرین. سلامتون. یار خوش اومدین. معرفی بکنید. من بهرام هستم. بهرام جان. بله. بهرام جان چند سال میشه خیاطی میکنه؟ من تقریبا 6 سال میشه. 6 سال. علاقه داریم به کسب یا نه؟ دیگه اگه علاقه نداشتی نمیومدم، اما علاقه دارم. تاله شده سوزن پنجه شما رو گرفته باشه؟ بارها. بارم نه. عباس شما پرت بوده. آه چون مشغول کار بودیم دیگه، یکی دم سوزن آمد رو دست ما. دشوارترین قسمت کار خیاطی کدوم بخشه؟ به خدا داره دیگه، جای مثلا ایخان و استینا و اینا هست سخته، بعضا مدل ها سنده با اینا مشکل تره. این مدل هست بعضا مشکله آسون، فرق نداره. زندگی چطور میگذره با خیاطی و درآمدی که از این
کسب شما داریم آیا امو کفاف زندگی میکنه یا نه؟ والا رزیمه میگذره خوب بد نیه. و ای که در مورد ازی بگیم که جوانای هرات چقدر علاقه مندی دارن به لباسهای بومی؟ والا زیاد علاقه مندی دارن، از دگه ولایت بیتر زیادتر لباس میپوشم افغانی، درشی کمتره. بیشتر لباس افغانی میشه؟ بیشتر لباس افغانی. بله. یک زحمت هم شما میدونم این مدل ها رو میشه معرفی بکنیم، برق هم خود در حال رفت آمده، یک معرفی بکنیم این مدل ها رو که بیننده ها ببینن، مخصوصا دوستای عزیز ما که خارج از افغانستان هم و از کشورهای اروپایی و آمریکایی برنامه دنبال میکنن. اینا هم ساده قسیمیه، ای هندیه، اینا پاکستانیه، اوی کوچ پیخان سیاه. دیگه اونا هم قسیمیه، شعبزی و قسیمیه. از این مدل ها کدوم بیشتر حاله بورس بازاره؟ بیشتر و خدا همین جوان ها هندیل میپوشن. ای بایی پیرمرد ها دگه ها شعبزی پاکستانی. مدل شما چیه؟ از من چپیخان هم. ای پیرمردی یا جوانی؟ اولا پیرمردیه. پس پیرمرد شدیم شما؟ پیرمرد شدیم ما. خیلی خوب، تشکر از شما. انشالله که همیشه موفق باشیم، سلامت باشیم. دیگه دو تا دوست دیگه ما اینجا هستند و مصروف هم باشه، یک پیامی هم از این دوستا خوب بگیریم. شما خوبین؟ بخیرین؟ خوب هستم، بخیرم، سلامت باشیم. اسم شما؟ مسی عبدلی. مسی جان، مسی؟ فوتبالی هم هستیم؟ دقیقا. طرفدار کینین؟ رونالدو. با اسم شما میسیه، طرفدار رونالدو این بر مسی دیگه، اون نزدیک میشه به میسی. بر صورت خیلی شوخی کردم با شما چون مسی بود، مسی الله میگم بعضی. خب شاید مسی الله شما نباشه، مسی باشه، درسته؟ خیلی خوب، مسی جان شما چند سال میشه خیاطی میکنه؟ من یک نیم دو سال میشه. یاد گرفتیم؟ آره. و کجا این فعلا پیرن میشه؟ پیرندوزی. اول از شروال شروع میشه، درسته؟ دیگه اول از دکمه کری شروع میشه و دکونجه رو کدن تا اول اگر دکونه جری کنیم ها؟ اگر دک تیار کنیم و دکون جری کنیم تا که او بیاریم شروع بشه. دقیقا. خب ایته مرایل اول که میگم خب نمیشه دیگه از اون اول قچی کریر بدم به دست شما، نه؟ مگر آیست آیست برو بالا بیاریم. بسیار خوب، پیشرفت شما خوب بوده؟ شکر. بسیار خوب، بانوان یک جوان هراتی چه آرزوهایی دارن برای آینده خود؟ شرایط فعلی کشور به مراد دل شما هست یا نه؟ شرایط فعلی کشور که به مراد دل ما الان نیه، وطن خرابه دیگه، چی کار کنیم؟ امنیت هم خرابه، از اینجا مگر از دود من از اینجا بیرون شم تا اونجا برم، گوشی من رو بستندم. بستندم گوشی؟ آه دیگه. یعنی ایرتی بشی و گوشی تو رو نستونم، پس تو ایرتی نی دیگه اتمن. دیگه پا مود شده ولی. بله این مشکل وجود داره در هرات. تشکر مسی جان، انشالله که همیشه موفق باشین. خب یقینا همه جوانان کشور ما آرزوهای بسیار بلند و بالایی دارند و مهمترین آرزو اینا اینه که در این جغرافیا آرامش و صلح روزی بر صورت برقرار بشه و مشکلاتی که ما در جامعه خود داریم بر صورت از میان برداشته بشه. خیلی ممنون که با ما همراه بودین. امروز اومدیم سر زدیم به یکی از خیاطی‌های هرات و درد دل جوانه را منو شنیدیم و دیدیم که چه مدل‌های لباسی هم در هرات دوخته میشه. هراتی‌هایی که از هرات دورن یا حالا هموطنان عزیز ما که از افغانستان عزیز ما دور هستن در کشورهای خارجی زندگی میکنن، مطمئنم خیلی دلنابه لباس‌ها تنگ شده. یعنی آدم احساس راحتی میکنه وقتی در لباس بومی و وطنی هست و حس خیلی خوبی برای آدم دست میده که من فکر میکنم افغانستان اگر هر مشکل ما داشته باشیم دو چیز بهترینه در دنیا، یکی لباس‌های وطنی ما بهترینه، یکی هم غذاهای وطنی ما که واقعا بی‌نظیر میباشه. سپاسگزارم که با ما همراه بودید، اوقات بر شما خوش، برای ما کامنت حتما بگذاریم. تا درود دیگر، بدرود.